سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلیاتون سوال پرسیدین که آقا مزایای برق سه‌فاز نسبت به تک‌فاز چی هستش؟ یعنی یه الکتروموتور سه‌فاز نسبت به تک‌فاز چه مزایایی داره؟ یه نیروگاه سه‌فاز نسبت به تک‌فاز چه مزایایی داره؟ این پست رو اختصاص دادیم به این موضوع. خوب توجه بکنید، نکات خیلی مهمی میخوام خدمت شما عرض بکنیم. خب ببینید، تو حالت اول این هستش که توی سیستم برق سه‌فاز نسبت به برق تک‌فاز توان وارد شده از سمت نیروگاه به سمت مصرف کننده ها ثابت هستش، یعنی توان لحظه ایشون هم حتی به صفر نمیرسه. یعنی چی؟ ببینید الان روی نمودار شما نگاه بکنید، این یه برق تکفاز هست که از صفر شروع میشه، وقتی که به 90 درجه رسید یه لحظه قطع میکنه، میره به سمت پایین، باز برمیگرده میاد به سمت بالا، درست شد؟ پس این قسمتی هستش که نمودار تابع زمان رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. یعنی یه لحظه یه قطعی وجود داره. حالا نگاه بکن تو سیستم سه فاز، ما سه تا فاز داریم. این سبز فاز یکه، آبیه فاز دوه و قرمز فاز سه. ببین فاز یک وقتی شروع میکنه و حرکت کردن، وقتی که میخواد برسه اینجا، وقتی میخواد بیاد به سمت پایین، این آبی رنگی که فاز دوه بهش کمک میکنه. فاز دو که میخواد به سمت پایین بیاد نمودار قطع بکنه، فاز سه بهش کمک میکنه. یعنی در واقع میتونیم نتیجه گیری بکنیم که توان لحظه ایش هیچ موقع صفر نمیشه. دوستان نگاه بکنید نمودار ما به چه شکل شد. چون که سه تا فاز داریم، این سه تا میان به همدیگه کمک میکنن. در واقع ما همیشه یه شکل موج اینجوری داریم که به همدیگه دارن کمک میکنن، هیچ موقع تابع زمان رو قطع نمیکنه. این باعث میشه که توانی که از سمت نیروگاه به سمت مصرف کننده های ما میاد تقریبا همیشه ثابت باشه و دارای ریپ و یا نوسان نباشه. این نکته اول. حالا این چه به درد میخوره؟ الان بهت میگم. اینا رو اصلا بذار کنار. آقا قبول دارین که الکتروموتورهای سه‌فاز نسبت به الکتروموتورهای تک‌فاز موقعی که دارن کار میکنن سر صداشون کمتر هستش؟ اینو قبول دارین؟ این یکی از دلایل اصلیش به خاطر همین توانی بود که بهتون گفته بودم، به خاطر انرژی ثابتی که یا تقریبا یک نواختی که به اون الکتروموتور میدیم. پس اگه دقت بکنین جلوی الکتروموتور وقتی وای میسیم، یه الکتروموتور سه‌فاز میبینی چقدر نرم داره کار میکنه، ولی الکتروموتور تک‌فاز که مثلا بالابر ساختمونی هستش نصبش کردیم چقدر خرخر میکنه و کلی چقدر سر و صدا تولید میکنه. این خودش عیبی هستش که الکتروموتور تک‌فاز دارن. پس دقیقا اینجا میتونیم ببینیمش. آقا الکتروموتور سه‌فاز رو تو هر توانی میتونی تولید بکنی. شما تو هر ظرفیتی مثلا میگن الکتروموتور خدمت شما هست شود که مثلا فرض کن تک‌فاز مثلا 11 کیلووات میره بالاتر، میره بالاتر، میره بالاتر 30 کیلووات همینجوری میره به بالا، ولی توی الکتروموتور تک‌فاز نمیتونی این کارو بکنی. یه الکتروموتور تک‌فاز با توان خیلی کوچیک میبینید چقدر اندازش بزرگه. دیدین؟ مثلا فرض کن که یه الکتروموتور مثلا دو اسب سه‌فاز رو بذار بغل یه الکتروموتور دو اسب تک‌فاز، ببین تو شرایطی که توانش یکسانه، اون الکتروموتور تک‌فاز اندازش خیلی بزرگتره، حتی شاید دو برابر اون بشه. پس این خوب نیستش دیگه. پس یکی از مزایای برق سه‌فاز نسبت به تک‌فاز این هستش که توی شرایط یکسان الکتروموتوراشون کوچیک‌تر هستش و اینکه الکتروموتوراشون تا ظرفیت بالا هم تولید میشه. ولی در صورتی که الکتروموتورهای تک‌فاز رو معمولا می‌بینید که تا توان 5 اسب بخار تولید میشه، یعنی 5 اسب ضرب در 746 بکن توانش به دست میاد. پس این شد مزیت بعدی الکتروموتورهای سه‌فاز و یا برق سه‌فاز نسبت به برق تک‌فاز، درست شد؟ حالا آقا الکتروموتورهای سه‌فاز خیلی راحت‌تر راه اندازی میشن نسبت به الکتروموتور تک‌فاز. یعنی چی؟ الان یه الکتروموتور تک‌فاز میخوای راه بندازی، مثلا فرض کن همین موتور کولر رو میخوای راه بندازی، کلاچ میخوای، کلید گریز از مرکز میخوای، خدمت سیم پیچ راه انداز میخوای، خازن میخوای، کلی دم و تشکیلات میخواد بخوندی که الکتروموتور بخواد راه بندازی. چرا این کارو میکنیم؟ الکتروموتورهای تک‌فاز به خودی خودش نمیتونه راه اندازی بشه. باید بیای الکتروموتور تک‌فاز رو گولش بزنی، یه سیم پیچ هم بندازی بغلش، دو فازش بکنی تا تازه بتونی راهش بندازی. بعد از اینکه راهش انداختی بتونی سیم پیچ راه انداز از مدار خارج بکنی توسط کلاچ یا کلید گوید از مرکز. در صورتی که الکتروموتور سه‌فاز اصلا همچین داستانی نداره، میزنه داخل برق روشنش میکنی، مثل دنبه روشن میشه و شروع میکنه به کار کردن. این که سیمبیچ راه انداز بذاری، خازن بذاری، کلاس بذاری براش، کلید گریز از مرکز بذاری، اصلا همچین چیزهایی نداریم، خیلی راحت راه اندازی میشه. این شد مزیت مهمش، درست شد دوستان؟
آقا جریان تو الکتروموتورهای سه‌فاز ثابته، یعنی شما وقتی الکتروموتور سه‌فاز داره کار میکنه، بعد از اینکه به دور نامیش رسید، وقتی آمپرمتر میندازی روش، وقتی زیر بار هم حتی هست، میبینی که آمپرمتر خیلی نوسان نداره، در حد 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم. ولی الکتروموتور تک فاز میبینی که در واقع خیلی موقع آمپرمتر به صورت شلاقی داره تکون میخوره، جریانش کم یا زیاد میشه. این به خاطر همین نکته بود که بچه‌ها بهتون گفته بودم. و نکته بعدی که الان میخوام بهتون بگم، درست شد؟ خب اینکه میدونیم که قبلا بهتون گفتیم دیگه، قدرت الکتروموتور سه‌فاز نسبت به تک‌فاز بیشتر است، یعنی بار بیشتری میتونه بکنه، یعنی بار بیشتری میتونه باهاش جابجا بکنیم، یا در واقع بار بزرگتری میتونه بلند بکنه، زورش بیشتره، درست شد؟ پس برای بارهایی که ما نیاز داریم به زور بیشتر تا بخوام راش بندازیم، یا اون چرخ نقاله کسی، اون باری که میخواد جابجا بشه، یا فرض کنید که اون جرثقیلی که میخوایم بزنیم، الکتروموتورهای سه‌فاز قلدرترن و بهتر میتونن بار ما رو بلند بکنن. این شد مزیت بعدش. آقا راندمان الکتروموتور سه‌فاز بیشتر از الکتروموتور تک‌فازه. یعنی چی آقای غلامی؟ آقا راندمان برابر با توان خروجی تقسیم بر توان ورودی. توان خروجی تقسیم بر توان ورودی. یعنی چی؟ یعنی به عبارت ساده‌تر، تلفات و پرتی الکتروموتور تک‌فاز بیشتره، درشوش بیشتره. بازم بگو آقای غلام متوجه نشدیم، یعنی چی؟ یعنی اون انرژی که ما از شبکه میگیریم، اون مقداری که به کار تبدیل میکنیم تو الکتروموتور سه‌فاز بیشتر هستش، درست شد؟ یعنی پرتش کمتر هستش تو الکتروموتور سه‌فاز. پس توانی که مثلا فرض کن 2 کیلووات توان از شبکه میگیریم، سهم زیادی از این 2 کیلووات رو به چیکار میکنیم؟ به حرکت و به کار تبدیل میکنیم، در صورتی که الکتروموتور تک‌فاز پرتش خیلی زیاده. پس این نکته بعدی. آقا اندازه الکتروموتور سه‌فاز توی شرایط یکسان نسبت به الکتروموتور تک‌فاز بیشتر هستش. اگر نکته‌ای هست تو قسمت کامنت‌ها بپرس. اگر هر سوالی برات پیش اومد، هر آموزشی که دوست داشتی از برق، تأسیسات و موتور خونه، تو قسمت کامنت‌ها بپرس، تو پست بعدی انشالله براتون آموزش رو می‌ذارم. خیلی دوستتون دارم. اگر این آموزش براتون مفید بود، 3 تا قلب قرمز تو قسمت کامنت‌ها برام بذار. خیلی مخلصم.